این روزها در تبلیغات رژیم و در اظهارات سردمداران و مهره‌های رژیم یک جمله به وفور به چشم می‌خوره و اون 40 سالگی به اصطلاح انقلاب یا 40 سالگی نظام ولایت فقیهه و این رو با انواع نمایش‌ها و شیوه‌ها جار می‌زنن که آی نظام 40 ساله شد. البته اگه بخوان جمله رو کامل و حرفشون رو اونطوری که در دلشون می‌گذره بیان کنن، باید بگن که دیدی 40 سال گذشت و ما سرنگون نشدیم؟ در جواب باید گفت شب دراز است و قلندر بیدار. و همینطور باید حرف مصدق بزرگ رو بعد از کودتای 28 مرداد یادآوری کرد که 30 سال و 40 سال و کمی بیش و کم در عمر ملتی کهنسال جز لحظه زود گذر نیست. بله، دانند صخره ها که در این 6000 سال بسیار تخت پاره به ساحل فکنده است. در انتهای برنامه نگاهی می‌کنیم به مطالب طنز و کاریکاتور سیاسی در رسانه‌های حکومتی و شبکه‌های اجتماعی. دوستان عزیز، بی‌شرمی و رسوایی مضحکی نمایش به اصطلاح رسیدگی به سانحه سقوط اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد دستمایه طنز یکی از روزنامه‌های باند خامنه‌ای شد. روزنامه حکومتی سیاست روز توی ستون طنزش از جمله نوشته: اصلا خنده ندارد، خبر کوتاه است. دو پیمانکار و دو کارگر تأسیسات دانشگاه علوم و تحقیقات دستگیر شدند. این اوج اقتدار قضایی ماست. این روزنامه در ادامه به جای 10 دانشجوی جان باخته نوشته: وقتی 7 دانشجوی مظلوم و 1 راننده زحمتکش این سرزمین پیش پای ندانم کاری های ما قربانی می شوند، قرار است 2 مسئول دانشگاه را هم محاکمه کنند. این دیگر آخر اقتدار است. اگر این 6 نفر را در ملأ عام دار بزنند، دل 6 خانواده قربانیان حادثه خنک می شود و فقط می ماند دل گر گرفته 2 خانواده دیگر که باید برای خنک کردن دل آنها 2 مقصر دیگر پیدا کنند. من پیشنهاد می کنم 1 خلبان توپولوف و 1 راننده اسکانیا را پیدا کنند و دار بزنند. به هر حال ممکن است امروز گناهی مرتکب نشده باشند، اما فردا که مرتکب می شود. شایعه ها زودتر از خبر مرگ میرسند. اتوبوس واژگون متهم ردیف اول است. یک اتوبوس بی ملاحظه و ولنگار که برای تخریب چهره مسئولان خدوم دانشگاه از هیچ گونه حرکت ددمنشانه ای فروگذار نمی کند. اول ترمز خالی می کند، بعد یاتاقان می زند، بعد هم رانندهش را سکته می دهد و به شکل مشکوکی خودش را واژگون می کند. پیشنهاد می کنم برای نشان دادن اوج اقتدار خود فردا لاشه اتوبوس را هم احضار کنیم و سردر دانشگاه علوم تحقیقات آویزانش کنیم تا برای الباقی اتوبوس‌ها درس عبرت بشود. و آخر اینکه بین این همه گرانی‌ها مرگ هنوز یک کالای ارزان است. فقط یادتان نرود باید در صف مرگ بایستیم تا بمیریم. خب دوستان، برنامه رو با چند تابلو توی رسانه‌های منطقی در مورد رژیم ادامه میدیم. رژیم ایران میخواد آینده عراق رو بدزده. اسم این تابلو هست که خودش به اندازه کافی گویا هست. اما تو این کاریکاتور پاسخ همون کاریکاتور هم داده که در حقیقت به موقعیت رژیم و مزدوراش توی منطقه پرداخته که در واقع تو لبه پرتگاه قرار دارن و رو به سقوط. خب دوستان عزیز، این بود نگاه امروز ما به مطالب طنز و کاریکاتور سیاسی. خیلی ممنون که ما را همراهی کرد. بینندگان گرامی، از اینکه بیننده برنامه ما بودید تشکر میکنم و امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.